حقیقتش این هستش که من دفعه اولی که پدرم دستگیر شدن فقط من 1 سالم بود و 4 سال پدرم توی زندان بود و من چیز زیادی به خاطر نمیارم و خودم هم یه مدت با مادرم زندان بودم و بعد هم پیش خانواده پدری. بعدا دوباره زمانی که 5 سالم بود برای اولین بار ما تونستیم مثل خانواده کنار هم باشیم و من پدرم رو اونجا کنار خودم داشتم. ولی خب بعد دوباره بعد از 1 سال زمانی که من 6 سالم بود پدرم دستگیر شد و 2 سال بعد در قتل عام 67 اعدام شد. تو پروسه‌ای که خب با هم بودیم این خاطرات خیلی کوچیکی ازش دارم چون خیلی کوچیک بودم باز هم، ولی پدرم شخصیتا خیلی آدم مرتب منضبط و خیلی تمیزی بود، اصلا معروف بود به خاطر این ویژگیش و من یادمه که همیشه موهای منو شونه میکرد، همیشه میخواست که من خیلی آراسته باشم و خیلی رفتارم با وجود این که بچه بودم، ولی خیلی انتظار داشت که خیلی نمیدونم شاید بزرگتر سنم رفتار کنم یا خیلی مؤدب و خوب باشم. و بعد از اینکه زندان بود که خب من بزرگتر شده بودم میرفتیم برای ملاقات هفته یه بار، پدرم خیلی نقاشی خیلی قشنگی از داخل زندان برای من میکشید، میفرستاد، نامه های میفرستاد که متاسفانه نامه ها رو ندارم، ولی یادمه که کتابی که برام از زندان میفرستاد همیشه اول اون کتاب یه جمله داشت و این بودش که بچه باید بداند 3 تا نقطه و بعد بابا مهدی. و من همیشه فکر میکردم بعدن که خب پدرم شهید شد همش این کتاب رو 100 بار ورق میزدم، هی نگاه میکردم ببینم این بچه باید بداند یعنی چی، چرا اینو برای من مینوشت. و بعدن که خب بزرگتر شدم خیلی چیزا رو برام قابل درکتر شد، چون پدرم خب نمیتونست از داخل زندان مستقیما برای من خیلی چیزا رو بگه.